رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. دکتر صدای منو واضح دارید الان؟ اوکیه، صداتون خوبه. بله بفرمایید. خیلی خوب آقای دکتر، اولا که خیلی خوشحالم دارم با شما صحبت میکنم. خواستم راجع به بیماری خودم با شما صحبت کنم و از شما راهنمایی بخوام. دکتر، من 5 سال پیش دچار بیماری شدم و این بیماریم باعث شد که من از دانشگاه انصراف بدم. خب بعد مراجعه کردم به روانپزشک و دارو بهم داد، ولی خب خانوادم راضی نبودن که مثلا من قرص مصرف بکنم. نه صبر کنید. یک، شما چند سالتونه؟ من الان 27 سالمه. دوم اینکه بیماری که برای شما به وجود آمد، اگر نامش قبلا بعدا مشخص شده چه بود، اگر نه بگید چه حالاتی داشتید که نامش رو بیماری میگذارید. بله خب من حالاتش رو میگم دیگه، تشخیص با خودتون. دکتر، من به خاطر خرج دانشگاه، یعنی من کلا با خودم مشکل داشتم که مثلا بیام خرج دانشگاهمو بدن و اینا، دیگه خودم میرفتم کار میکردم که خرج دانشگاهمو در بیارم. به خاطر اینکه نمیتونستم خرج دانشگاهمو در بیارم و با پدرم به مشکل خوردم، دیگه مجبور شدم دیگه خودم، یعنی نمیتونستم هم کار بکنم هم برم دانشگاه، یعنی کلا اهدافم رو کلا دیگه ناامید شدم که بهش برسم. دیگه هر چی میخوندم نمیرفت تو مغزم، مجبور شدم دیگه انصراف بدم، دیگه رفتم سراغ کار. متوجه؟ آخه متوجه هستم، ولی من اگر به شما بگم خودم چند هزار نفر رو میشناسم که هم درس خوندن هم کار کردن، خب میزان درسی که شما باید بخونید و میزان نصب کنید، میزان درس و خواب آیا بیشتر از نصب کن عزیز دل، آیا میزان درس و کار بیشتر از 15-16 ساعت در روز بود؟ بله، یعنی من میخواستم برای دانشگاه، یعنی من نمیتونستم هم کار بکنم هم برم دانشگاه، به خاطر اینکه از پدرم انتظار داشتم. دکتر، من الان 2 سال با شما آشنا، تو این 2 سال یعنی روزی نشده که مثلا من از خواب بیدار بشم یا قبل خواب یک کلیپ دو کلیپ یا این سیدی های ترسوسی را وحشت شما رو گوش ندم. من الان متوجه شدم که مشکل من اون زمان این بود که توقع داشتم، انتظار داشتم، یعنی من اون موقع انتظار داشتم که مثلا پدر من کمکم بکنه. اما الان غرض از مزاحمت اینه که دکتر، من دچار بیماری OCD شدم و به خاطر همین بیماری میخواستم از شما راهنمایی بخوام. یعنی تشخیص دکتر روانپزشک هم بوده، شما هر موقع مثلا کسی با شما تماس میگیره بهشون میگید که مثلا خودتو مثلا به یه روانپزشک یا یه روانشناس معرفی کن. الان حالاتی که به من دست میده آقای دکتر، من الان تو این سن هیچ لذتی از زندگی نمیبرم، یعنی من مثلا هر روز کل این وسواس کل روزای منو مختل کرده. آقا وسواس نسبت به چی عزیز؟ نه صبر کنید، شما اطلاعات دیگه که از هیچی لذت نمیبرید اون که نشانه افسردگیه، میتونه اضطراب و وسواس باشه ولی معمولا نیست. نه بعدم ببینید، اینا چیزایی نیست که یه دفعه اتفاق بده. این نیست که من تا دیروز راه میرفتم حالا پام شکسته که بگه تا دیروز حالا شکست. این یه پروسس که اگر شما من بگید اضطراب و افسردگی و وسواس رو دارید که از حرفاتون میشنوم، خب این 15 سال دارید. این اول. دوم، چون تا نگذشته، چون ممکنه دست شنوندگان برن، پدر مادر شما بسیار بی خود و بی جا میکنن. نمیخوام حرفای دیگه بزنم، میگم دوا نخور. ما 40 سال به عمر مردم امریکا اضافه شده ظرف 110 سال گذشته، بخاطر اینکه دوا میخورن. دوا نخوری یعنی چی؟ دوا این غذاست، غذا این دواست، هیچ از هیچ جای دیگه هم نمیاد دوا، همه چیز مال طبیعت است و از طبیعت گرفته میشه. پرت و پلاها چی عزیز؟ بله اینایی که حتی حاضر نیستن به پسرشون صبر کن عزیزم، به پسرشون کمک کنه برن درس بخونه، که تو جامعه ایران عجیب و غریب مثلا اگر داشته باشن. حالا درباره دارو نظر میدم، شما بگید خب نه نمیخورم، ولی خب بخورید. خب دکتری، ماجرا مال من 5 سال پیش دکتر یه حالاتی بهم دست داد، خب که من کلا حالت یه اصلا دنیای یه شکل دیگه به نظرم میرسید. من رفتم داخل خیابون دنبال یه نفر میگشتم که مثلا منو بکشه، مدام گریه میکردم، حتی اون دکتر روانپزشکم
موقعی که من برای بار بعدی پیشش برای مراجعه رفتم، همونجا داخل اتاق پذیرش همینجور فقط ناامید شده بودم، خواستم خودم رو بکشم. به دکتر گفتم آقا من میخوام بمیرم، تا این حد احساس غمگین بودم بهم دست میداد. ولی خب اون الان وسواسه هنوز با هم هست، اون استرابه هنوز با هم هست، متوجه؟ خب میدونم عزیز. ببین عزیز، بذار من اول یه حرفی بذارم تا که میگی با منم آشنایی. شما بدون قرص و دارو هرگز خوب نمیشی. پس اولی نتیجتاً باید قرص و دواتون رو بخورید، مرتب رو بخورید. گزارش اینکه چه تغییرات و تأثیراتی هم داره به دکتر بدید که ایشون عوض کنه تا برسه به حد متعادلش. این اول. دومی که یه مقدار دلیل اینکه شما دچار اضطراب و افسردگی و وسواس هستید، حتما یه مقدارش برخورد نامناسبه با موضوعهای واقعی زندگی، که حالا ما باید ببینیم سه تا یا پنج تا اولش کدامه، اونا رو سر جاش بذاریم و درستش کنیم، که حالا میشه راجبش حرف زد. ضمناً یه مقدار اطلاعات من میخوام که نه اینکه حتما باید که مربوط میشه به زمینه ارثی و دوران در 12 سال اول کودکی شما. یعنی شما در حدی که میدونید، بدون اینکه وارد جزئیات بشید، از نظر افسردگی، اضطراب، وسواس، خشم، اعتیاد، خودکشی، بیماری های روانی تو خانواده پدری و مادری که حداقل 70 80 نفر رو در بر میگیره چی از اونا میدونید؟ آقای دکتر، من هم خانواده پدریم هم خانواده مادریم، حالا تا حدی که من میدونم دچار این بیماری ها هستن. در حال حاضر، در حال همین الان، من داییم یه مشکلی داره با خانمش و خودش، الان یه حالاتی بهش دست داده که من 5 سال پیش به من دست داده. یعنی مدام مثلا میاد گریه میکنه، احساس میکنه مثلا کل زندگیش اصلا پاشیده به خاطر اینکه همسرشون نمیدونم میخواد طلاق بگیره و از این صحبت ها. یعنی اون حس حالی که من 5 سال پیش داشتم الان تو دایی میبینم. یعنی بنابراین ببینید عزیز، همین کافیه. ببین عزیز، بنابراین آنچه که شما میگید که خیلی هم مهم اینه که من یه زمینه ارثی برای اضطراب و استرس و افسردگی و وسواس و اینا دارم. بنابراین از یه طرف کار رو ساده میکنه، چون وقتی زمینه ارثیه به دارو بیش از همه جواب میده، یعنی دارو خیلی نقش مهمتری داره. ولی از جانب دیگه ما باید روی بقیه زمینهای زندگی کار کنیم، و چون این با الان مناسب وقت من و تو نیست که بریم سراغ کودکی، میتونم از تو بپرسم اگر تو 12 یا 15 سال اول زندگی یه اتفاق خیلی بد، آزاردهنده، آسیب زننده اتفاق افتاده به من بگو، اگر نه ازش بگذاریم بیایم سراغ الان. دکتر، دوران کودکی من همه چیم اوکی بود دیگه. من داشتم درسمو میخوندم به خاطر اینکه کلا هدف داشتم برای زندگی. عزیزم، به اون میرسم. اینقدر دنبال هدف هم زندگی کردن امروزه. نه اونو ولش کن. نه سوال من ببین، نه ببین عزیزم، اگه بخوایم من تو به این نتیجه برسیم، تو یه ذره باید تو اون چارچوبی که من ازت خواهش میکنم حرکت کنی. من گفتم آیا تو 15 سال اول زندگی هیچ اتفاق بد، غلط، خطرناک، آزاردهنده افتاده یا نه؟ جوابش آره یا نه است. اتفاقات بد بوده که مثلا مرگ یکی از عزیزان بوده. آخه مرگ مهم، مرگ از مرگ آدم ها میتونن 20 نفر دور برشون بمیرن. تو موضوع رو بزرگ کرد. مردن که مردن. بله. تو دنیا هستیم پارسال 83 یا 4 میلیون مردن. حالا باید چه کار کنیم؟ نه اونا رو من نمیگم عزیز، اونا مسئله نیست. یه زمانی بله مادر و پدرن تمامش به اصطلاح شالوده زندگی به هم میرزه، یه مسئله است. یه زمانی عموی من یا دایی من مرده، خب مرده که خدا بیامرزدش، نه اونا مسئله نیست. حالا بریم سراغ مطلب بعدی. الان چه چیزی تو رو اذیت میکنه؟ بیا بگذاریم از اون. خب خیلی دکتر، الان من موضوعی که اذیتم میکنه اینه که آقا مثلا من صبح از خواب وقتی بیدار میشم، هی پامو یه موقعی که مثلا من دم وسواس میشنوم، خب میگن که آقا باید مثلا طرف دستاشو دوبار بشوره، یا نمیدونم یه لکی رو لباسشه. ولی من وسواس هم این شکلی نیست که مثلا من باید کوله رو دوبار خاموش روشن کنم.
عزیز من آخه باز تو اظهار نظر کی گفته وسواس وسواس نظافت فقط؟ پس بنابراین معنیش این نیست که نه خاله خب نه صبر کنید. شما قرار شد به من بگی چه چیزی اذیتت میکنه، نه اینکه روش نام بگذاری بعد بگی چی هستم چی نیستم. نه بیا دکتر نشو لطفا، حالا که آمدی رو خط لطف کن به من حالتو بگو بدون اظهار نظر علمی و پزشکی. تو الان چه حالاتی داری که آزارت میده اذیتت کنه؟ چه کارهایی، چه حالاتی، چه احساسی، چه چیزی؟ حتی فرض کن همین صبح که تو میگی کولر که روشن میکنی میگی چی عزیز؟ داستان کولر چیه؟ نه داستان اول کولر رو به من بگو. نه تو اول کولر رو به من بگو داستان کولر چیه؟ این فکر مثلا اتفاقات بد گذشته که مثلا به ذهن من میاد، خب موقعی که مثلا بخوام خاموش بکنم اون فکری که به سراغم میاد میگم نه این اتفاق مثلا اگه لامپو دوباره خاموش روشن نکنم خب اون اتفاق دوباره میفته. همینجا بیست دوباره همون اتفاقات. آخه تو که نمیتونی پرت و پلا بگی عزیزم، چه رابطه بین اتفاقات الان و یا گذشته با روشن و خاموش کردن کولر؟ و تو قرار بشه پرت و پلا بگی من چیکارت کنم؟ به من بگی تو خونه من پر مار گزند است، بعد من بگم میرم 20 مورچه اونجاست، ما چه بحثی دیگه با هم داریم؟ ببین عزیز اگر تو جلو خودت نایستی که تو یعنی چی؟ مزخرفات یعنی چی؟ دکتر سخت روبرو شدم مثلا باش سخته، مثلا من میدونم که مثلا باید باش مقابله بکنم یه خورده سخته الان مثلا من بخوام. نه ببین عزیز، نه سب کن عزیز، اولا هیچ کس نگفته زندگی سخت و مشکل نیست، سخته که سخت. این یک. شماره دو، اصلا تو قرار دو دفعه کولر رو خاموش کنی؟ خب بکن، چرا این بزرگ اینقدر فکر کن سیستم کولر توریست که باید سه دفعه بزنی تا راه بیفته. خلاص برای چی بازی در میاری؟ عالی. ببین یه میگه مثلا اصلا چه اهمیتی داره عزیزم؟ تو الان من یه ساعت کوک میکنم یه ساعتی بیدار شم، 5 دقیقه بعد دوباره زنگ میزنه، 5 دقیقه وقتی بعد برم خاموشش کنم، اگه برم خاموشش کنم تموم اینا، هی 5 دقیقه زنگ میزنه. خب منو 3 دفعه بیدار میکنه، من که میگم خاک تو سر ساعتی که تو OCD داری، بعد ساعت 5 زنگ زدی 5 و 5 دقیقه زنگ زدی 5 و 10 دقیقه زنگ، خاک تو سر فلان شده. خب عزیز من خب اصلا قرار تو دو دفعه کولر روشن کنی، چش میکنه دو دفعه خاموش دوباره بچه میکنه، اصلا در باید سه دفعه قفل کنم میرم میکنم. یک این قفل ها سه مرحله ایه، یک دقیقه بعد مرحله دوم آغاز میشه، میکنم مسخره کن خودتو، بگو میکنم اصلا چه اشکالی هم داره. دکتر الان مثلا من این حرکات وسواسی که دارم به شما میگم یکی دوتا نیست، مثلا من روزانه خیلی از این مثلا حرکات وسواسی رو انجام میدم. من الان با شما صحبت کردم متوجه شدم که شما میگید که تمام این حرکت ها خب پرت و پلان دردی رو از کلن دردی رو درمون نمی کنن. متوجه این؟ به همجاست که ببین عزیزم چی کار میکنه. بیا اینجوری نگاه کن، مغز من تو دوتا تیکه داره، خب دوتا تیکه هم به هم مرتبطه. من میرم در خونم رو قفل میکنم، تو یه سمت مغزم ثبت میشه که قفل کردم، بعد از چند ثانیه سمت راست میگه در قفل نیست، بلکه اونم هست، میرم قفل میکنم. حالا اگر من دارو بخورم، روزی که من سمت چپ مغزم گفت برو در قفل کن، سمت راستم بهش خبر میرسه که قفل کردم، تموم میشه میره دنبال کارش. چرا میگم بدون دارو نمیشه؟ برای که دارو یه سیستم ارتباطی داخل مغز تو رو به گونه‌ای که حرکت میکنه به هم میرزه و خراب میکنه. بنابراین آدم های نادان حرفشون هست که دارو برای شما، برای که این سیستم اینجوری کار میکنه. آب نخورم میمیرم، چرا آب میکنم؟ بنابراین شما دارو میخوای، ولی دارویی که تو میخوری چون باید مناسب با تو باشه و اینا برای همه درست میشه، وقتی گزارش بدی به دکترت که حالات دیگه چطوره، کجا جنبه شاد و مثبت داره کجا منفی، دکتر دارو رو مقدارش و میزانش و نوعش رو عوض میکنه، به یه جایی میرسه که مناسب تو باشه. برای تو دارو رو میخوای که این سیستم خبر ببر دوباره همجور بیار نیست درست، که پدر به تو میگه برو شیر بخور،
تو بری میخری میذاری توی یخچال. مادر میاد میگه پسرم بی برو شیر بخر. چون میدونستن شیر نداری. خب تو اگر به مادر نگی که مادر جون من پدر گفت رفتم شیر خریدم و رو گذاشتم توی یخچال. خب یا مادر میره دنبال شیر یا تو باید دوباره بری دنبال شیر. خب مغز تو خبرها رو درست نمیبره اون میاره. خب این کارم با دارو درست میشه. دارو رو برای همین درست کردن. تو کلام دکتر موقعی که من این داروها رو مصرف کنم برای OCD مشکل خشم و عصبانیت هم اوکی میشه. تو من نه زمنا نه چیز اگه نه زنم پیدا میکنی حساب بانکیت هم زیاد میشه. اوکی بنابراین ببین عزیز دل تو چی کار داری آخه ببین تو آخه من وقتی میگم برو بعد بیا با هم پرت و پلا بگیم ویل کن عزیز تو زندگی یه دفعه نخواه چهار تا کار دیگه هم بکنی دخترشون هم به من میدن یا نه تو دوا تو بخور فعلا مشکل وسواس تو از بین ببر چون هیچ کس به پسر وسواسی زن نمیده درست خب دکتر خیلی ممنون واقعا حالمو زیر رو کردی عزیز من برای که تو اولا پسر بسیار خوبی هستی متأسفانه پسر خوبی هستی به همینجاست که هرچه زودتر باید شوهرت بدیم برای که حیف از دست بری پسر بسیار خوبی هستی برام بیخوری بازی در نیار اینقدرم دنیا رو سخت و صفر نگیر برام خب پدر تو به هر حال به خاطر باوراش هم درباره دارو هم در جهت کمک به تو کوتاهی کرده یه راهی پیدا کن چون مسئله اصلی و اساسی ما تو زندگی سازگاریه دیگه یه شرایطی پیدا کن که بتونی زندگی کنی اینقدرم زندگی رو سخت نگیر چون اگر زندگی رو سخت بگیری او بیشتر به تو سخت میگیره ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز خیلی ممنونم آقای دکتر یک دنیا ممنون خواهش میکنم در نکنم مرسی مواظب خودت